شما حاضرین؟ قبلا هم که تمرین کردین حواستون جمعه. من قطع میکنم یه ذره اشکالات و مشکلات رو میگم، بعد دوباره از اول تا آخر میگیریم. حاضرین؟ شروع بفرمایید. چه چیز بدبوی تندی، آدم رو یاد مومیایی مصری میندازه. از کجا پیداش کردی؟ حالا ته دریاست، شیره انبر ماهی، از بوئنوس آیرس برام فرستادن. به هر حال تحفه ای نیست. کی ازش عصبانی؟ بوگن میده. این همیشه بوگن میده، این عطر میزنه میاد. کلن عصبانی هم رو اعصابمه، هیچ کاری نمیکنه، فقط دراز میکشه کتاب. این چیز عادیه، یعنی اگر که این اختلافات بینشون هست، بین فامیل هست، شده نوعی از رابطه هاشون، نوعی از حرف زدن هاشون. بنابراین عصبانیت رو نشون نده. خب؟ این بی خود میگی مرده، مرده گفتم فلان، یعنی با یه لحن روزمره. آره روزمره تر بگو. چون که اون عصبانیت، اون تنه، اون چیزی که هست توی جمله ها هست. بگی نمیخواد تاکید بذاری روش. وقتی تاکید میذاری روش، چیزی میشه که انگار آقا بازیگر داره بازی میکنه. گوش بدید، هرچی عادی تر باشه آدم یا آقا این خانواده هم اینجوری حرف میزنن، چه بوی گندی میاد، مال بوئنوس آیرس، از اونجا برای خریدم. حالا از بوی مردی که بهتره که حالا با مردی یعنی یه جور محاوره روزانه است، جور دیگه هم، چون هر خانواده یه شکلی با هم یه طریقه پیدا میکنم هم حرف بزنن. این طریقه حرف زدن شماست. اوکی؟ حالا یه بار دیگه میگیریم، با طعنه نگو، عادی بکنیم، یه محاوره عادی، اونم عادت داره که بگیم. تو این بازی، بازی قدرت یه جوری همجوری به هم طعنه میزنیم، این به اون یه به قوله خودم میگیم یه تیکه میپرونه، اون به اون یه تیکه میپرونه، عادی شده، نوع دیگه ای بلد نیستم ما حرف بزنم. این طریقه هست، همشون باشه بود، یعنی ببخش سویلی گفتم، بفرمایید. از بیرون بیا؟ از چه بوی؟ نه، از چه بوی؟ چه چیز بدبوی تندی؟ آدم رو یاد مومیایی مصری میندازه. از کجا پیداش کردی؟ مال ته دریاست، شیره انبر ماهی، از بوئنوس آیرس برام فرستادن. اینو لازم نیست که اینجوری بگی. من همین الان همین رو گفتم. از کجا آوردی ماه دریاست؟ یعنی اینجوری بهش نگو. مال ته دریاست، مال چیز؟ لازم سمش نگاش کنی، کتاب تو داری میخونی، تو اصلا کتاب آوردی داری میخونی، یعنی که من با شما نیستم. یه بار دیگه. چه چیز بدبوی تندی، آدم رو یاد مومیایی های مصری میندازه. از کجا پیداش کردی؟ حال ته دریاست، شیره انبر ماهی، از بوئنوس آیرس برام فرستادن. به هر حال تحفه ای نیست. دست کم از بوی مرد بهتره. با گفتن مرد به این زیاده روی میکنی؟ مرد کاروباری داره، نامزدی، رفیقی، اسب سواری، شکاری، میگساری تو کافه ای. کاش تو این خونه مردی بود. خب یکی بیاری. خیلی خوب. حالا بازم اینو یه ذره کمش کن. عصبانیت تو یعنی یه جوری میگه من با تو ازت دلخورم. لحن رو ازش بگیر. خب؟ از همونجا بود. با گفتن مرد بهش زیاده روی. با گفتن مرد به این زیاده روی میکنی. مرد کاروباری داره، نامزدی، رفیقی، اسب سواری، شکاری، میگساری تو کافه ای. کاش تو این خونه مردی بود. خب یکی بیاری تا منم برم یه خونه توی شهر بگیرم. اما عزیز هیچ کجا فارغ از جنس مرد نیستی. شاید یکی از اونا شبیه به اتاقت خزید. چیزی لازم نداری؟ بیا تو. توپ نگرد. معلوم شد که داری میندازیش سر. خب؟ یه جوری با اتفاق میشی با اعتراض میری چون مستده اینجا باشی. باید به یک جوری اینو بندازی که آدم یه خودش گفته. نه ببین تو که میری اینو با دست لو میدی. مثل شعبده بازی که ترفندشو لو داری. از کلاش کبوتر در میاری ولی ما میفهمیم. میبینیم آیا کبوتر رو عبد داری. تو باید یه جوری رد بشی، از یعنی داری ازش رد میشی، یه جوری بنداز که مال افر. ببینم میشه. آه! امتحان کنم این خیلی خوبه.
موقعی که پامیشی، موقعی که پامیشی میتونی بندازی. باشو. نه. پاشو دوباره. پاشو. رد شو. اینجوری که رد میشی. خب؟ یعنی با تنت استفاده کنی. نه با دست. اوکی. عالی. تو اومدی اینجا. خب؟ گفتی چیزی لازم ندارین. سکوت میشه. از سکوت ما نمیترسیم. خیلی خوبه سکوت صحنه. سکوت صحنه هیچی، هیچ کی هیچ کار نمیکنه، تو داری برام تو بازم کنه تو داد میکنی. یعنی سکوت تو بلند میشی. نه داشت میرفت. لیز نمی. اشکالی نداره، بره. صحنه. بفرمایید، ادامه بدید. من خواستم از تو بپرسم از کجا اومدی؟ یاور یا تو؟ نه. یاور کیه؟ پیشگاه. از کجا میومدی؟ از کجاشی کجا میرفتی؟ خیلی مهمه که بدونیم قبل از اینکه ما وارد بشیم چه چیزی بوده، چه اتفاق افتاده و به چه علتی که ما وارد صحنه میشیم. کاری دارم تو، چون وقتی به صحنه میام نیازی به من هستی که در اون موقعیت صحنه ای. خوب بود. پس رفتی اسفار رو بکنم. در تصور خودش، چون هر کاراکتری یه گذشته ای داره. خب؟ از یه جایی اومده و قراره یه کاری اومده. این باید در نظر بگیریم. پس اومدی اونا رو دیگه از اینجا رد میشدی، بخواستی ببینی اینا چیزی لازم داره نبید. بسیار بسیار. خب، ادامه بگیریم. باز این خانم لقا رنجیدن؟ تو که کوچه بازار زیاد میری، چرا نمیگردی یه خواستگار مناسبی براش پیدا کنی؟ خواستگار پیدا نکرده، چش نداره ما رو ببینه. هیچکی من. حالا اینم عادیه. اینم لازم نیست که خیلی بگی. همین محاوره هر روزه. نرمترش بگو، آرومترش. لازم نیست که لازم نیست تاکید خیلی زیادی براش بذاری. تو تاعت خیلی مهمه که ببینی ما چی و چه جمله ای، چه چیزی، چه لحظه ای رو اهمیتش بیشتر. این محبت نشته تو، این چش نداره ببینه. چرا؟ چون از بوی مرد بدش میاد اینطوری که تو تکس نوشته شده. اما هر مردی رد میشه این حالش به هم میخواه. میگه خواستگار پیدا نکرده چش نداره ما رو ببینه. میدونی چی؟ خیلی مهم میکنیم با چیز. شاید من خواستگار پیدا نکردن آروم تا خواستگار هر چش ما داره. یعنی خواستگار پیدا نکرده چش دیدن ما رو نه عصبانی. فقط نرمترش کن. زیاد مهمش نکن. بگو. اگه کوچه بازار زیاد میری چرا نمیگردی یه خواستگار مناسبی براش پیدا کنی؟ خواستگار پیدا نکرده چش دیدن ما رو نداره. حالا یه امتحانی میکنی. من میدونم وقتی میبینم وقتی وایسادی این برای سنگی میشه. چطوری اینو در تو را بگی؟ خب بگو دوباره. تو که کوچه بازار زیاد میری چرا نمیگردی یه خواستگار مناسبی براش پیدا کنی؟ خواستگار پیدا نکرده چش دیدن ما رو نداره. بسیار عالی. خب یادته چه برو بیایی داشتیم؟ یه بار شمردم 20 تا آبکش برنج دم گذاشته بودیم. عجب آشپز ماهری بود. اسمشو فراموش کردم. ابراهیم بی. آفرین، خودش بود. فقط حیف عادت بدی داشت. وقتی حرف میزد، کارد مطبخ خود دست به دست میکرد، رو با آدم میگرفت یه ریز تکون میداد. آقا ردش کردن. گفتن چشش خیلی هیزه. تو به چشم خودت چیزی دیدی؟ چرا که از وایسادی؟ جان؟ چرا اینجوری وایسادی؟ برگردم به طرفش. آره؟ داری باش حرف میزنی دیگه. میدونی چرا؟ میدونم چرا که از وایسادی. فکر می تماشا چه اینجا وایساده. ببین من ممکنه تو رو بذارم اصلا اینجا. خیلی چور یه اصلا من حالا اگه قرار بود اینا ماهی شکار کنم می چیکار می‌کردم؟ می‌ذاشتم اینجا پشت به تماشاچی. پشت به تماشاچی فوق‌العاده است. اینقدر کنجکاوی برمی‌انگیزه برای تماشاچی. این کیه که پشتش به منه. خیلی خوب. حسام اونجا بگیری. آفرین خودش بود. فقط حیف عادت بدی داشت. وقتی حرف می‌زد کارد مطبخ خود دست به دست می‌کرد، رو با آدم می‌گرفت یه ریز تکون می‌داد. آقا ردش کردن. گفتن چشاش خیلی هیزه. تو به چشم خودت چیزی دیدی؟ به چشم خودم که نه. فقط همین که چاقو زیاد نشون میداد. شاید هم عادت تاتاراست. چه مزخرفاتی. عادت تاتارا کدومه؟ مادر بزرگ خودم یه رگ تاتار داشت. عجب زنی. رحیلا به اون رفته. چه صدایی داشت. مثل بلبل. وقتی بلند میخون شیشه های اتاق میلرزید. چی میخون؟ یادم نیست، بچه بودم. گمونم لقا ذوق موسیقی رو از اون به ارث برده. فقط همین یکی رو. شاید استعدادای دیگه هم داشته باشه. ظاهرا یکم دیر شده. شما خیلی رون حساب باز کردین. سالهاست چیزی ته وجودت مرده. دست کم لقا زندگی رو با نفرت تو چنگش داره، اما تو چی؟
حتی نفرت هم نداری. چقدر ملال آوره. سرباز دل؟ علامت خوبیه. شاید نامه ای بیاد. از کی؟ خدا میدونه. حتما سربازای دولت جدید برای لقا نامه های عاشقانه میفرستن. اسمشون چی گذاشتن؟ به هم میگن آتشکار. برای منم مینوشتن. خیلی سال پیش. اخونده پاره میشد. سرباز جوونی منو میخواست. اهل اینجا نبود، همراه هنگ اومده بود. صورت بچگونه ای داشت، چشاش آبی سیر. شب بیدار شدم، دیدم فانوس به دست زیر درخت بید ایستاده. گفتم برو. انگار نه انگار تکون نخورد. اگه پدرم میفهمید جا به جا میکشتش. پالتو پوشیدم، پا برهنه رفتم تو باغ. گفتم برو. چشاش پر عشق شد. گفت مال این شهر نیست اما اومده اینجا بمیره. گفتم تو دیوونه ای. خب حالا تو همه رو با یه ریت میگی. چشماش اینجوری بود، یه شب بیدار شدم دیدم فانوس همه اینه. بعضی یه چیزای اینجا مهم نیست توی، مخصوصا توی تکستایی. تو باید نگاه کنی چی مهمه. خب تنها چیزی که اینجا که مهمه، وقتی که تو خودت بگو کجا مهمه. خودت بگو. خوبه همیشه هنبشه خودش کشف کنه. وقتی کشف میکنه بهتره. برای من سوال میگم تو جواب. چی اینجا مهمه؟ دویدن تو باغ مهمه؟ چی مهمه؟ چشاش. آره چشاشه ولی برای چی؟ اون دیروز هم گفتم انگار دریچه دوزخ بود، برای من خیلی بیمعنیه. نمیدونم ولی حتمونه حتما دیگه. برای جینوس بیمعنیه. آیا برای رولت هم بیمعنیه؟ دریچه دوزخ چی میگه؟ آتش ازش میباره. چشمای اونم ازش آتش میباره. این مهمه. اینکه دویدم و گفتم برو اینا خب هیچی. وقتی فانوس رو بالا میگیره تو فیلم باشه اینجا کلوزاپه. تو فیلم کلوزاپ مهمه. بی خودی کلوزاپ نمیگیرن اگه کارگردان درست سبی باشه. خب؟ بقیهش. اوکی؟ پدرم میفهمی جا به جا میکشتش. پالتو پوشیدم پا برنده رفتم تو باغ. گفتم برو. چشاش پر عشق شد. گفت مال این شهر نیست اما اومده اینجا بمیره. گفتم تو دیوونه ای. فانوس رو بالا گرفت. خدا چه چشمایی. انگار دریچه دوزخ بود. چند ما بعدم رفت. وسط چله زمستون. تا خبر شدم زده بود به کوه. وارد دسته این ضد دولتی ها شده بود. این آتیشکارا چطوری هم؟ بو میدن. حمام نمیرن؟ از کثیفی نیست. علف بوی علفه. بس که علف خوردن. مگه رفتن چرا؟ وقتی نون نداشتن توی کوه علف میخوردن. ارزش حرف زدن ندارم. هیچ وقت دنیای اونا رو نفهمیدم. همش وحشیگری و خشونت. اینا فکرم میکنن؟ غیر ممکنه. پس چرا از اینجا انسان پوک کوکی. پس چرا از اینجا نرفتی؟ وقتی آدم هایی مثل تو گروه گروه میرفتن. درک که رفتن. کتاب ها و اتاق هم واسه من بسته. جوون که بودیم شبای مهتابی میرفتیم پای کوه. یه بار یه زنده تر. جوون که بودیم و جوون که بودیم تو شبای مهتابی پای کوه میرفتیم. سایه هاشون رو قله ها میدیدیم. زیر نور ما قدم میزدن، آتیش روشن میکردن. چشماشون تو تاریکی عین چش گرگ برق میزد. هیچ نمیدونم سر سرباز من چی اومد. شاید تا حالا مرده باشه. همین روزا مثل مور و ملخ میریزن، فرهنگ و زیبایی رو نابود میکنن، ابتذال جاش میذارن. جهان رو به انحطاطه. تو هم اینو خیلی فلسفی میگی. خب واقعا عقیده داری. همین روزا میریزن همه چی خراب میکنن، ابتذال جهان گرفته، گنده شده رو بردن. یکی چون تو حالا همش سر تو کتاب بوده. اینا هم دارن همینجور از اونها حرف میزنن. بله اینو باید یه موقعیت جدیده. چجوری میگی؟ بگو من برای من بگو. حالا فکر کنم مثلا اون رو سرباز من میشه یادم مرده و از این حرفا. از نتیجه گیری حرفا. آره دیگه بس دیگه. چقدر حرف اینا رو میزنی. بالاخره میدونی اینا بازن تو ریتمی که صحنه صحنه رو اینا رو بید. این صحبت ها اینا رو بشکن. خب چشاشون تو تاریکی این چش گرگ برق میزد. چشاشون تو تاریکی عین چش گرگ برق میزد.
هیچ نمیدونم سر سرباز من چی اومد. شاید تا حالا مرده باشه. همین روزا مثل مور و ملخ میریزم فرهنگ و زیبایی رو نابود میکنم. ول کن دیگه، چه قصه تو کتابه؟ باش بهش برگردم. آه یا نگو. همین روزا مثل مور و ملخ میریزن و فرهنگ و زیبایی رو نابود میکنن. ابتذال جاش میذارن. جهان رو به انحطاطه. چقدر دلم میخواست تو این دوره نبودم. چندین دوره قبل با روحیات من سازگارتره. دوران پریکلس، آشیل، دلاوران میزگرد. دلت چرا برای رولت میسوزه؟ یکی از اشتباهاتی که بازیگرا میکنن، دلشون برای رولشون میسوزه. دلت برای رولت نسوزه، اما رول باش. دل هملت بازی میکنه، دلش برای هملت بودن یا نبودن، من چقدر چیزامو میدونی؟ میزنن، خراب میکنن، میسوزن. اصلا دلم نمیخواست دور زندگی کنم. همون دوران قدیم برام بهتر بود. دوران دلاوران میزگرد، دوران آرتور، دوران آشیل، دوران سوفوکل. اون موقع بر من خیلی بده. یعنی ساده تر بگو، مستقیم تر بگو، روشن تر بگو، بدون اینکه فلسفی بشه دلت برای خود بسوزه. یه بار دیگه بگو ببینم چی میشه. همین روزا مثل مور و ملخ میریزن و فرهنگ و زیبایی رو نابود میکنن و ابتذال جاش میذارن. چقدر دلم میخواست تو این دوره نبودم. میدونی اشکالش چیه؟ حالا برات بگم. خیره میشی به یه جایی. خب؟ این خیره شدن باعث میشه که تو فلسفیت میکنه. خب؟ یعنی میگی چقدر دلم میکنم؟ آیا در زندگی معمولی چجوری میگی؟ اگه تو اصلا تو خودت چجوری نمیگی؟ همین روزا فرهنگ و زیبایی رو نابود بکنم. بله. بله خیلی خوب شد. نهد صدات هم درست شد. اوارم اینقدر او نکن. دیروزم گفتم، امروزم میگم، باز تو میگی او. همین روزا مثل مور و ملخ میریزن، فرهنگ و زیبایی رو نابود میکنن، ابتذال جاش میذارن. میدونی تو چی میگی؟ من وسطش و میذاره و نداره، ویرگول داره. بسیار عالی. مرسی جو بگو، رضا جو بگو ببینم. همین روزا. همین روزا مثل مور و ملخ میریزن، فرهنگ و زیبایی رو نابود میکنن، ابتذال جاش میذارن. جهان رو به انحطاطه. چقدر دلم میخواست این دوره جهان روی انتهاته. بازم دلم سوزه. اگه کمک میکنه شروع کن. باز دلت میسوزه، میدونم. ولی بهش فکر کن. نمیخوام الان نتیجه بدی. ولی فکر کن بهش. اوکی. همین روزا مثل مور و ملخ میریزن، فرهنگ و زیبایی رو نابود میکنن، ابتذال جاش میذارن. جهان رو به انحطاطه. چقدر دلم میخواست این دوره نبودم. چندین قرن قبل با طبع من سازگارتره. دوران آشیل، پریکلس، دلاوران میزگرد. تو یکی تو هر زمانی منزوی و ناراضی هستی. اخلاقشون چطوره؟ با هم میخندیده. حتی تکوتوک ریش سیبیل هم نداشته. میگن نافشونو، مردم میگن نافشونو با سنگ کوه بریده. شایعه زیاده. تو چرا روزنامه ها رو نمیخونی؟ نفرت آوره. همشون یه جور. عکس سیبیل، رژه، پرچم. تا کی حرف اونا رو میزنی؟ بذارین آرامش داشته باشین. دیگه آرامشی نیست. مرسی. مرسی. حالا یه بار از اول تا آخر میگیری من قطع نمی کنم.